آرامش این بخش کابل بامداد روز سه‌شنبه با یک حمله انتحاری برهم خورد. حمله کننده انتحاری مواد انفجاری همراهش را اینجا در نزدیک دروازه دانشگاه نظامی مارشال محمد قاسم فهی منفجر ساخت. از بغل محل یک تیر شدیم که در دان دکان خود رسیدیم که انفجار شد. انفجار بسیار قوی شد. دیگر شهید زخمی زیاد هم جفتید. بسیار یک صدای شدید از انفجار شدیم که بر آمدیم. بسیار زیاد مردم ملکی و نظامی زیاد افتیده بود. باز تقریبا یکان 20-25 نفر بود باز موترهای پلی امنیتی رسید. قربانیان این رویداد دانشجویان دانشگاه مارشال فهیم و غیر نظامیانی هستند که یا در محل دست فروشی می کردند و یا هم از آنجا می گذشتند. دم قسمت رسید و من دید ندیدم که یک بر یک صدا برامد یک گرمبست شد. نفهمیدم که موتر بود یا موترسکل بود. یک بر یک ضربه می پای می دید. سه چهار بار است از ما شیشای بیمان می مانه. یا ما مردم عزیز جواب بتن یا می قراول خدا یا انتقال بتن جای دیگه. رئیس جمهور غنی عبدالله رئیس اجرایی آمد کرزه رئیس جمهور پیشین و اتحادیه اروپا این حمله را نکاهش کرده و گفتند که مردم خواهان پایان یافتن خشونت ها و جنگ در کشور هستند و باید برای رسیدن به صلح کار شود. در همین حال وزارت امور داخله میگوید که نیروهای امنیتی از انفجار یک موتر پر از مواد منفجره در این بخش کابل جلوگیری کرده است. دو تن از افراد ملکی شهید میشه و 8 تن دیگر زخم برمی‌داره. همچنان در این حمله تروریستی انتحاری 4 تن از نظامی ها نیز شهید میشه و 5 تن دیگرشان زخم برمیداره. کابل پس از هفته ها آرامش نسبی بار دیگر گواه یک حمله انتحاری بود. حمله کننده انتحاری مواد انفجاری همراهش را اینجا در چرایی قنبر در نزدیک قراول نخست دانشگاه نظامی مارشال محمد قاسم فهیم منفجر ساخت، جایی که شماری از غیر نظامیان نیز در آن حضور داشتند. خالد نیکزاد، تلونیوز، کابل.